دوستان عزیز سلام، امروز پنجشنبه 17 نوامبر سال 2011 و برابر است با 26 آبان ماه 1390 ساعت 11:02 صبح به وقت نیویورک، به وقت واشنگتن شرق آمریکا و ساعت 8:02 به وقت غرب آمریکا است. امیدوارم هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. فرصتی پیش آمد تا بار دیگر در خدمت آقای ریچارد کندی باشیم، استاد دانشگاهی که فرمولهایی رو باید بگیم کشف کردن یا اختراع کردن، چون کشف اون چیزاییه که وجود داره یکی پیداش میکنه، ولی اختراع اون چیزاییه که وجود نداشته یه نفر شروعش میکنه. این رو از خود آقای ریچارد کندی میپرسم با عرض سلام خدمت ایشون و اینکه امیدوارم حالشون خوب بوده باشه. آقای کندی سلام میکنم خدمتتون، شما کاشف هستید یا مخترع درباره فرمول اینها؟ به این به اصطلاح القاب ریاضی و فیزیک و اینها چی باید گفت؟ با سلام با سلام و درود فراوان خدمت شما جناب آقای سوربی و همکارانتون، همه شنوندگان و بینندگان و هموطنان عزیز. اون چیزهایی که فرمولهایی که من نوشتم نه کشفی هستش نه اختراعی، چون جنبه فیزیکی ندارن. اینها نوشته شده است، به تحریر در آمده و فرمول بندی شده. این فرمول ها که من نوشتم در مورد گراویتی، سرعت نور و فاصله بین کرات می باشد. همانطور که قبلا هم خدمت شما عرض کردم، البته تا به حال چندین برنامه به زبان فارسی برای توضیح دادن این فرمول ها در خدمت شما بودن و در آینده تصمیم دارم که به زبان های انگلیسی، ایتالیایی، اسپانیش و احتمالاً عربی هم برنامه هایی داشته باشیم، چون شنوندگان و دوستانی هستند که فارسی را متوجه نمی شوند و مایل هستند به زبان های دیگر هم این مطالب را بشنوند. بنابراین به احتمال زیاد در آینده برنامه هایی به زبان های دیگر هم خواهیم داشت. و اما در مورد فرمول های که من نوشتم، قسمت اول آن در مورد گراویتی هستش. حدود 400 سال قبل که نیوتن فرمول گراویتی رو نوشته، تا به حال کسی نتونسته و پیدا نشده که یک فرمولی مشابه یا متفاوت از آن در مورد گراویتی زمین بنویسد یا گراویتی کرات دیگر بنویسد. من سه فرمول مختلف در مورد گراویتی نوشتم که داده‌های این فرمول ها مشخصات اون کره هستش. مثلا اگر ما بخواهیم گراویتی کره زمین را پیدا کنیم، مشخصات کره زمین را در فرمول قرار میدهیم و جواب را میگیریم. هیچ احتیاجی به مس یا فاصلش با یک کره دیگر نیست. یکی از این فرمول ها که بسیار ساده هست و هر کسی میتواند آن را درک کند و من در اینجا برای شما توضیح میدهم، این هست که شعاع کره زمین 4000 مایل فرض می شود. بنابراین محیط کره زمین برابر است با 2 ضرب در 14 ضرب در 4000. شما اگر بکنید محیط کره زمین را پیدا میکنید. اگر این محیط را تقسیم بر 24 ساعت شبانه روز بکنید،
سرعت گردش زمین به دور خودش 1047 مایل در ساعت هست. بنابراین ما از طریق شعاع محیط و از طریق محیط سرعت گردشی کره زمین را پیدا کردیم. این کره زمین دارای یک جوی هست. تا به حال فرمولی وجود نداشته که بفهمند این کرات چقدر جو دارند، در چه فاصله اگر جسمی را رها کنیم سقوط میکنند. این شعاع برابر است با جذر محیط که گفتیم چطوری حساب میشه، ضرب در سرعت. یعنی اگر محیط کره زمین ضرب در سرعت گردشی بکنیم و از اون جذب بگیریم، عددی به مقدار 5130 مایل میده. این بدان معنی است که گراویتی زمین که اسمش گذاشتیم گراویتی، یعنی اگر جسمی در اون فاصله باشد و رها کنیم به طرف زمین سقوط میکنن، 5130 مایل است. این چه چیزی را نشان میدهد؟ این اولا نشان میدهد که عقیده نیوتن که معتقد است اجسام روی هم اثر میگذارند باطل است، زیرا کره ما در این فاصله نیست و کره زمین کره ماه را جذب نمی کند و کره زمین هم کره ماه را جذب نمی کند. پس این مقدار شعاع گراویتی فرضیه نیوتن را که معتقد است اجسام هم دیگر را جذب می کنند باطل است. و آزمایشی هم که کوندش انجام داده و گفته است دو تا جسم در فضا وقتی معلق هستند به هم نزدیک می شوند، بنابراین اجسام هم دیگر را جذب می کنند، آزمایشی که کردن درست است، نتیجه گیری آن غلط است. زیرا وقتی دو جسم در هوا معلق هستند تحت فشار مساوی جو هستند، در نتیجه وقتی یکی وزنش کمتر از دیگری است، مسافتی را که طی میکند بیشتر از مسافت دیگری است. بنابراین در نتیجه اینا به نظر میان که به هم نزدیک شدن و در اصل نزدیک شدن، ولی نه به خاطر جاذبه این دو جسم به هم دیگر، بلکه جو جسم کوچکتر را بیشتر مسافت طی کرده تا جسم سنگینتر که مسافت کمتری در همون زمان طی کرد. بنابراین عملی رو که انجام دادن، آزمایشی رو که انجام دادن دقیق است، نتیجه گیریش غلط است. همین شعاع جو را اگر فرمول آن را ما برای کره خورشید حساب بکنیم، کره خورشید چیز حدود 577,000 مایل شعاع گراویتیش هست. یعنی چی؟ یعنی این که هیچ کره‌ای تحت نیروی جاذبه خورشید نیست، چون تمام کرات چندین میلیون مایل از کره خورشید فاصله دارن که امروز من به شما خدمت شما عرض خواهم کرد که این فاصله کرات تا خورشید را چطوری می توانید اندازه بگیرید، بدون اینکه یک دانشمند باشید، بدون اینکه یک فیزیکدان باشید، بدون اینکه یک ریاضیدان باشید، بدون اینکه از یک رصدخانه استفاده کنید. به طریق خیلی ساده من به شما میگویم که چطوری فاصله کرات تا خورشید را حساب کنید. الان بحث ما در مورد گراویتی هست. اگر دیده بودی هفته پیش یا حدود 10 روز پیش یک سنگ آسمانی از فاصله 30,000 مایلی کره زمین رد شد. چطوری یک سنگ از کنار کره زمین رد میشه
و نیروی جاذبه زمین قادر نیست اونو جذب کنه. نیروی جاذبه ما قادر نیست اونو جذب کنه. نیروی جاذبه خورشید قادر نیست این سنگ را جذب کنه. این چه چیزی را نشان میدهد جز این که این سنگ در فضای حرکت میکنه که نیروی گراویتی هیچ یک از این کرات در اونجا اثری نداره. خبر دیگری که از طریق اخبار شنیدم و دیدم، گروهی از فضانوردان آماده می شوند که به کره مارس بروند. در سال 2013 این اتفاق خواهد افتاد. همه شما بیاد داشته باشید این سفینه در موقع نشست روی کره مارس و راهپیمایی افراد روی کره مارس با مشکل روبرو خواهد بود. مسئله بعدی مسئله سرعت نور خورشید و داده‌ها و آمارهای مربوط به خورشید هست. نور خورشید که بر طبق گفته‌های دانشمندان بزرگ سرعت ثابتی دارد و چیزی حدود 186 هزار مایل بر ثانیه است، طبق فرمول هایی که من نوشتم در مورد سرعت نور، سرعت نور خورشید 189 هزار مایل در ثانیه می باشد و این سرعت بستگی به شعاع خورشید، شعاع نیروی جاذبه، مقدار گراویتی و سرعت چرخشی خورشید دارد. وقتی سرعت نور به این عوامل بستگی دارد، چطوری ما می توانیم بگوییم که سرعت نور تمام ستارگان و یا خورشیدها ثابت است؟ مسلماً یک سیاره دیگر، یک خورشید دیگر با شعاع بزرگتر، با گراویتی بیشتر و با سرعت چرخشی بیشتر، سرعت نور بیشتری از سرعت نور خورشید ما خواهد داشت. و برعکس، کره دیگر، خورشید دیگر با شعاع کوچکتر، گراویتی کمتر و روتیشن چرخش کمتر، سرعت نوری کمتری خواهد داشت. بنابراین آنچه را که میگویند که سرعت نور ثابت است، سرعت نور خورشید در محدوده خود ثابت است، ولی این سرعت نور خورشید ما برای لایت یونیورس قسمتی از فضاست که تمام این ستاره ها در اون موجودن. خورشیدی که ما در اون هستیم یه نقطه کوچکی از لایت یونیورس هستش. خود لایت یونیورس که این همه ستاره و خورشید و کرات دیگر در اون هستن، نقطه کوچکی از دارک یونیورس هستش. مسئله این که جناب آقای انشتن معتقد است که این کرات بر اثر منحنی زمان و مکان اتفاق می افتد،
و مثال ترامپولین را در اینترنت به عنوان مثال گذاشتن اصلا واقعیت ندارد، به خاطر اینکه وقتی انفجاری در خورشید صورت میگیرد مواد خارج شده از شعاع گراویتی خورشید دیگر تحت نفوذ جاذبه و کشش خورشید نیستن. آنچه که جدیدن و امروز میخواهم خدمت شما عرض بکنم این هست که شما چطوری به عنوان یک شخص معمولی میتوانید فاصله کره زمین تا ماه، کره خورشید تا زمین، خورشید تا مارس، تو ساتر و بقیه کرات دیگر رو حساب کن. آقای کندی، این فرمول ها روی وبسایتتون هست که من نشون بدم؟ فرمول ها هنوز توی وبسایت نیست عزیزم. بله، من این فرمول ها را برای یک شنبه در وبسایت اضافه خواهم کرد و همون طوری که از شما خواهش کردم و شما این اجازه را به من دادید وبسایت شما را هم در اونجا خواهم نوشت، اضافه خواهم کرد تا کسانی که به وبسایت من میروند و وبسایت شما را میبینند میتوانند از اون طریق تصاویر و ویدیوهای ما را هم نگاه کنند. بسیار عالی، بفرمایید. بله، آنچه که مربوط به فاصله کرات هست این است که کره خورشید کراتی از اون جدا شدن مثل کره مارس، کره مریخ، کره ساترن، نمیدونم زهره اسم هر چه پارتیش هست و بقیه کرات و کراتی که مثل کره ماه که از زمین جدا شده. اگر رابطه این کرات را مثلا کره زمین و کره ماه را به عنوان مادر فرزندی حساب بکنیم یا کره زمین و کره خورشید را به عنوان مادر فرزندی، یعنی خورشید به عنوان مادر و زمین به عنوان فرزند باشه، ببینیم چطوری میتوانیم فاصله کرات را با یه فرمول ساده بدون اینکه میلیون ها دلار خرج وسایل و اکویپمنت ناسا بشه که این حساب را انجام بدهد، چطوری شما به عنوان یک شخص معمولی که تو خانه نشستید و با یک کلکولیتر ساده میتوانید اون را حساب کنید. فاصله بین کره ما و کره زمین برابر با چی هست؟ کره زمین اگر شعاع کره مادر یعنی کره زمین را ضرب در سرعت گردشیش بکنیم، یعنی 4000 مال ضرب در 1047 بکنیم، برابر است با دو برابر فاصله کره ما تا کره زمین ضرب در سرعت چرخش کره ما. بنابراین کره زمین، شعاع کره زمین ضرب در سرعت گردشی برابر است با دو برابر فاصله کره ما تا زمین ضرب در سرعت گردشی کره ما. کره زمین 4000 مار شعاع، سرعت گردشی آن 1047 مایل است. یعنی اگر این دو عدد را در هم ضرب بکنید چیزی بیش از 4 میلیون مایل دارید. اون طرف معادله 2 هست ضرب در فاصله کره ماه تا خورشید ضرب در سرعت گردشی ماه که 10 مایل در ساعت است. بنابراین 4 میلیون خورده را اگر شما تقسیم بر 20 بکنید
یک عددی حدود 205 مثلا 205,000 مایل جواب داد. این 205,000 مایل فاصله بین ما هست و خورشید. ببینید چقدر ساده است. یعنی شما شعاع کره مادر ضرب در سرعت گردشش بکنید تقسیم بر 2 ضرب در فاصله ضرب در گردش کره ماه بکنید، فاصله بین کره ماه و زمین به دست میاد. حالا همین عمل را نسبت به زمین و خورشید می توانید انجام بدهید. شعاع کره خورشید 444,400 مایل است و سرعت گردشیان 495,000 مایل در ساعت است. اگر شما این شعاع 444,400 مایل را ضرب در 495,000 مایل بکنید تقسیم بر 2 ضرب در سرعت چرخشی زمین که 1047 مایل است بکنید، میبینید که چیزی بیش از کمی بیشتر از 105 میلیون مایل فاصله زمین تا خورشید است. آیا این فرمول واقعا برای شما این محاسبات را آسان نکرده است؟ آقای سوربی، به نظر شما این فرمول آسان مسئله فاصله بین خورات را آسان کرده است یا نه؟ والا من ممنونم از شما. شما از من امروز سوال کردید فاصله خورشید و زمین رو میدونم، گفتم گاهی اوقات فاصله خودم تا کامپیوتر رو هم یادم میره و 150 میلیون مایل 105 میلیون مایل 105 ببخشید 105 میلیون مایل و فاصله بین زمین تا خورشید چیزی حدود 205,000 مایل است. حالا کره خورشید که 9 تا کره دیگر، 8 تا یا 9 تا کره دیگر مثل مرکوری و زمین و ساترن و بقیه کلار در اطرافش هستند، چه رابطه ای بین فاصله اینها و سرعت گردش اینها وجود داره؟ این چیزی رو که من الان خدمت شما عرض می کنم کمک بزرگی به دانشمندان خواهد کرد. حتی دانشمندان سرعت گردش ساترن تا بهار نمی دانند و من الان اینجا خدمت شما عرض خواهم کرد. کره مارس سرعت گردشی آن 545 مایل در ساعت است و سرعت گردشی زمین 1047 مایل است. یعنی چی؟ یعنی اینکه سرعت گردشی زمین دو برابر سرعت گردشی مارس هست. توجه داشته باشید که تمام این کرات، خوب توجه کنید، تمام این کرات که از خورشید جدا شده اند حاصل ضرب سرعت گردشیشون در فاصله آنها تا خورشید برابر، یعنی سرعت گردشی خورشید زمین در فاصلهش که 105 میلیون مایل است برابر با سرعت گردشی مارس که 545 مایل در ساعت است در فاصلهش تا خورشید برابر است. یعنی هر کره سرعت گردشش را در فاصلهش تا خورشید ضرب بکنیم تمام این اعداد با هم برابر است و همه این اعداد برابر با 444,400 ضرب در 495,000 است. خب حالا که کره مارس سرعت گردشی است نصف
سرعت گردش زمین است، بنابراین فاصله اش تا خورشید باید دو برابر فاصله زمین تا خورشید باشه. خب اگر فاصله زمین تا خورشید 105 میلیون مایل است، بنابراین فاصله مارس تا خورشید 210 میلیون مایل است. شما این اعداد را می توانید به اینترنت مراجعه کنید، به ناسا با داده های ناسا مراجعه کنید و این اعدادی را که من خدمت شما عرض می کنم با داده های اونجا مطابقت، داده هایی که من به خدمت شما عرض می کنم با فرمول و مقدار نسبتا ثابتی است و داده هایی که ناسا دارد تقریبا حدسی است و دقیق نیست. کره بعدی که ساترن هست چیزی حدود 735 میلیون مایل از کره خورشید فاصله داره. 735 میلیون مایل و زمین 105 میلیون یعنی چی؟ یعنی فاصله اون کره نسبت به کره زمین 8.2 تقریبا 8.2 برابر است. وقتی فاصلهش 8.2 برابر است، در نتیجه سرعتش 1/8 سرعت گردشی کره زمین است. یعنی کره زمین که 1047 مایل در ساعت به دور خودش میچرخد، کره ساترنی که من نمیدانم در کجای دنیا قرار گرفته است، خدمت شما عرض میکنم که با سرعت 126 تا 129 مایل در ساعت به دور خودش میچرخد. بنابراین میبینید که برای اینکه این محاسبات را انجام بدهید و تمام این محاسبات هم هیچ چیز تخیلی و فرضی نیست، تمام داده ها و آمار ها گرفته شده از خود کره هست. کره کوچک دیگری هست به نام پلوتو یا ایتالیش پلوتو P-L-U-T-O که فاصلش تا خورشید 39 برابر کره زمین است. وقتی فاصلش تا خورشید 39 تا 40 برابر فاصله زمین تا خورشید هست، معنیش آن است که سرعت روتیشنال 1/40 سرعت گردشی زمین است. یعنی اگر شما سرعت گردشی زمین را که 1047 مایل در ساعت است تقسیم بر 39 یا تقسیم بر 40 بکنید، چیزی حدود 28 یا 29 مایل در ساعت به شما جواب میدن. این کره کوچک ناقابل را که هیچ یک از ماها نمیدانیم کجا هست، نه در شب او را میبینیم و نه در روز، میبینید که چطوری فاصله این کره را تا کره خورشید و یا سرعت گردشی اون را حساب میکنیم. وقتی که ما سرعت گردشی اون رو حساب کردیم و شعاع آن را هم داریم، بنابراین می توانیم شعاع نیروی جاذبه اون کره رو حساب کنیم. وقتی شعاع نیروی جاذبه اون کره رو حساب کردیم، کافیست که دو برابر کنیم و مجددا تقسیم بر همون سرعت گردشی کاری بکنیم
تا گرویتیان به دست میاد. میبینید که با یک حساب کتاب ساده شما چقدر اطلاعات نجومی و فیزیکی این کرات را میتوانید حتی به عنوان سرگرمی تو خونه برای خودتون حساب کنید. مسئله بسیار مهمی که در طرز قرار گرفتن این کرات و فاصله آنها از خورشید دارد بسیار مهم است و اهمیت آن در این است که هر چند فاصله کره از خورشید دورتر می شود اون فاصله بزرگتر، شعاع چرخشی اون کمتر و کره سفتر و سختر می شود. این نقطه بسیار قابل توجه است که هر کره از این کرات که از خورشید فاصله بیشتری گرفتن کره سفتر و سختر هستش و هرچند این کرات به خورشید نزدیکتر می شوند صافتر، رقیقتر، ملایمتر و به گاز تبدیل می شوند. به عنوان مثال مرکوری که خیلی نزدیک به کره خورشید است گازی شکل است و کره زمین در یک حد 105,000 میلیون مایلی قرار دارد مایع آب در اون وجود دارد و کره مارس که در فاصله 210 میلیون مایلی خورشید است آب به صورت جامد و یخزده در آمده است و هرچند این فاصله بیشتر شود مواد موجود سازنده کره سفتر و محکمتر و مسیفتر است. بنابراین دانشمندان که مایل هستند به دنبال کراتی بگردن که در اون امکان حیات هست و امکان موجود وجود آب و اکسیژن در اون باشد باید به دنبال کراتی بگردن که کم و بیش حدود 100 میلیون مایل با خورشید فاصله داشته باشه. یه چیزی حدود بین 70 میلیون تا 130 میلیون یا بین 50 میلیون تا 150 میلیون کراتی که در این شعاع در این رنج شعاعی فاصله ای از کره خورشید باشند امکان وجود آب زیاد است و کراتی که همونطور میبینید که مارس فاصله بیش از 200 میلیون دارد و آب به شکل یخ داده است هرچی دورتر بروید مایعات کمتر دیده میشه و هرچی نزدیکتر به خورشید بروید به شکل مایع و یا گاز دیده میشه. بنابراین این مطالبی رو که من اینجا خدمت شما عرض کردم شما به راحتی می توانید گرویتی کرات، سرعت نور خورشید، فاصله کرات و سایر داده های نجومی و فیزیکی کرات رو حساب کنید بدون اینکه دانشمند باشید، بدون اینکه فیزیکدان باشید، بدون اینکه ریاضیدان باشید، بدون اینکه استاد دانشگاه باشید. همه افراد می توانند با فرمولهای من مخالفت بکنند ولی کسی نمی تواند خلاف آن را ثابت کند. چرا؟ به دلیل اینکه تمام داده‌های فرمول‌های من حاصل شده از کرات هست
و این فرمول ها در تمام کرات، نه در یک کره، در تمام کرات موجود صدق میکنن. بنابراین رد این فرمول ها کار ساده نیست. از نظر عقیدتی ممکن است که خوشتون نیاید، دوست نداشته باشید، برخلاف اون چی که تا به حال یاد گرفتید و عقیده دارید باشد، ولی کار ساده رد این فرمول ها نیست. دلیلش هم داشتن تمام داده ها از کره است و این فرمول ها، فرمول های گرویتی در مورد تمام کرات صدق میکنن، فرمول نور خورشید در مورد ستارگان صدق میکنن، فرمول محاسبه فاصله بین کرات همونطور که میبینید در مورد تمام کراتی که از خورشید جدا شدن صدق میکنن، فرمول در مورد کره ما و زمین صدق میکنن. بنابراین این فرمول ها ممکن است که به سلیقه شما نباشد، ممکن است که برخلاف اطلاعات و یاد گرفتنی های شما در دانشگاه و در محل کارتون باشد، ولی واقعیت را بسیار مشکل است انکار کرد. این فرمول ها به طور قطع و یقین خودشان را نشان خواهند داد و من بر این عقیده مطمئن هستم. البته کمک شما و اطلاع رسانی شما به سایر هموطنان و دوستان در سرعت بخشیدن در شناخت این فرمول ها بسیار موثر است و من از همه شما دوستان، آشنایان و بینندگان و تماشاچیان که این زحمت را می کشید و این لطف و محبت را می کنید بسیار ممنون هستم و مطمئن باشید آن چیزی را که من نوشتم، آن چیزی را که من بیان کردم، چیزی جز افتخار برای شما ایرانی به بار نخواهد آورد، چیزی به جز افتخار و سرفرازی هم را نخواهد داشت. بنابراین کمک شما در سرعت بخشیدن به این باعث کمک به افتخار و سرفرازی خود شما خواهد بود. من از همه شما تشکر میکنم، از همه از لطف و محبت شما بی نهایت ممنون هستم، از جناب آقای سوربی هم که نهایت لطف را در این مورد انجام دادن سپاسگزارم و امیدوارم که در برنامه های آینده در خدمت شما باشم و همونطور که قبلا هم خدمت شما عرض کردم، به علت درخواست هموطنان و سایر دوستان و طرفداران، برنامه های به زبان های دیگر هم از این طریق مردم تیوی پخش خواهد شد تا سایر دوستان که به زبان فارسی آشنایی ندارن و مایل هستند در این مورد توضیحاتی به زبان آنها داده شود در خدمت آنها هم خواهم. من امیدوارم که اوقات خوشی برای همه شما باشد و همه دوستان و آشنایان تقاضا میکنم که هر ایمیلی دارن، هر سوالی دارن، هر درخواستی دارن، هر مطلب گفتنی و نوشتنی دارن، از طریق ایمیل مستقیما به خود من تماس بگیرن و ایمیل من هست tala.formula@gmail.com، همچنین tala.formula@yahoo.com. بنابراین هر یکی از اینا بفرستید به دست من میرسد و مطمئن باشید که جوابی برای شما خواهم داشت. امیدوارم که موفق و پیروز باشید. آقا اگه اجازه بدید وقت داشته باشید من یکی دو تا سوال از شما بپرسم. خواهش میکنم. دیروز من در برنامه، نه قبلش اجازه بدید اینو بپرسم، شما گفتید تو چه کراتی گاز هست، تو چه کراتی آب هست،
شما یک کره به من نشون بدید که توش نون باشه، ما بریم اونجا به یک نون و نوایی برسیم. کره که تنها نون هست همین کره زمین جناب آقا. ممنونم از این بابت، میخواستم خستگیتون در بره. اگر قربون شما و کسانی هم که دنبال نون میدون که شما از اونها نیستی، کسانی هستن که سر مردم کلاه میزن. دیروز وقتی من در برنامه اعلام کردم که امروز آقای ریچارد کندی ساعت 11 صبح اینجا خواهند بود، یکی از دوستان تماس گرفت بعد از برنامه خودم و گفت که آقای شوربی شما هی میگید که این آقا آمده و میگه زمین گرده، خب گوش بدیم ببینیم چی میگه. سالهاست که ثابت کردن زمین گرده، ایشون آمده و میگه زمین صافه یا چارگوشه. من به شوخی بهش گفتم خب حالا این در زندگی شما چه تأثیری میذاره؟ آیا شما همیشه مثلا میافتید چون زمین گرد بود دور میزدید که از اون برش به خونتون برسید؟ حالا چون ایشون گفته صافه میرید آخرش سرته میکنید از این ور میرسید؟ ایشون گفت که شما داری منو مسخره میکنی. گفتم نه، دارم با شما شوخی میکنم که ببینم که چرا جبهه میگیری در مقابل آقای ریچارد کندی. همینجوری که ایشون میگه، میگه که ممکنه من رو قبول نداشته باشی، ولی تا حالا هم کسی نیومده ثابت کنه که من اشتباه میکنم. بعد از طرف امروز شما توی برنامه‌تون گفتید که سال آینده، یعنی سال 2013 که این قرار است به اصطلاح سفینه‌ای به کره مریخ بره، اینها دوچار اشکال میشن. برای من خیلی جالبه چون قبلا هم دچار اشکال شدن در رابطه با کره مریخ. اون موقع سرزنش کردن اون ماجرای تبدیل اینچ به سانتیمتر و متریک به استاندارد و این ماجراها رو. امروز که شما اینو میگید، آیا دوستانی که واقعا به فکر بشریت هستن، به فکر انسانیت هستن، نباید تلاش کنن که شما رو به یک جایی به اصطلاح به یک مرکز خبری، به یک مرکز تحقیقاتی وصل کنن، در ارتباط بذارن که این اشکال ازش پیشگیری بشه، به جای اینکه فقط بیان و بدون تحقیق سرزنش کنن که نه این آقا نمیدونم حرفاش حرف درست نیست؟ من اینجا از دوستان میخوام اگر کسی دسترسی داره، امکاناتی داره به وسایل ارتباطی مثل CNN، فاکس نیوز، حتی تلویزیون های محلی، از اونها بخوان که با شما تماس بگیرن که شما این فرمول رو بگید و به اصطلاح پیشگیری کنید از هر نوع فاجعه‌ای یا به قول آمریکایی‌ها کاتاستروفی. در صورت من از شما ممنونم اگر در این مورد میخواین صحبتی کنید، اگر نه چون میدونم شما باید به اصطلاح برید و درس بدید و اینها مزاحمتون نمیشم، ولی من حرفم رو زدم و باز هم از وقتی که امروز در اختیار تلویزیون مردم و بینندگان ما گذاشتید متشکرم. من اگر چند دقیقه به من اجازه بدهید خدمت شما و این بیننده یا شنونده عزیز که سوال کردن جواب ایشون رو میدم. حتما بفرمایید. در فرمول نیوتن عددی هست به نام عدد ثابت، کانستانت. از زمان نیوتن تا به حال بیش از 400 سال است، حدود 400 سال است که میگذرد و هیچ کس نتونسته با توجه به اینکه تمام ورقه ها و یادداشت های نیوتن و خاطرات او را زیر رو کردن، نتوانستند تا به حال دانشمندان پی ببرند که این عدد از کجا آمده است. جناب آقای سوربی، آیا این باعث افتخار این هموطن نیست که من این عدد را از طریق فرمول های خودم در مسائل ارتباط با خورشید پیدا کردم؟ اگر همه دانشمندان، همه افراد تمام فرمول های مرا رد بکنند، این عدد کانستانت نیوتن را که نمیتوان رد بکنند، به خاطر اینکه این عدد کانستانت نیوتن را من داده های گرفته از خورشید را در فرمول قرار دادم و این عدد را پیدا کردم. آیا اینکه این فرمول را من نوشتم و این اعداد را پیدا کردم اشتباه کردم؟
وقت خودم رو هدر دادم یا اینکه کمکی به علم شده است. اینکه من فرمول سرعت نور را نوشتم که وجود ندارد آیا به علم کمک خواهد کرد یا باعث وقت گذرانی علم خواهد شد؟ اینکه من سه فرمول مختلف برای پیدا کردن نیروی جاذبه نوشتم، آیا این فرمول ها که اینقدر ساده هست برای دانش آموزان و دانشجویان و استادان دانشگاه و ناسا و بقیه راحت تر نیست که در فرمول های ریاضی و فیزیک از این فرمول به جای فرمول نیوتن که بسیار مشکل و پیچیده هست استفاده کنم؟ درست است که نیروی جاذبه، فرمول نیروی جاذبه وجود دارد. آیا شما اگر از یک شهر به یک شهر دیگری همیشه از خیابان‌های فرعی می‌رفتید و حالا یک اتوبان بزنند، شما آیا ایراد می‌گیرید که چرا اتوبان زدن؟ یا اینکه از اون اتوبان استفاده می‌کنید و سریع‌تر به مقصد می‌رسید؟ و اما در مورد کره مریخ یا کره مارس، همونطور که میدانید دفعه قبل هم وقتی که بالونی که در سطح مریخ نشست با مشکل سرعت روبرو شد و تعداد دفعاتی که این بالون به سطح مریخ برخورد کرد و فاصله رو که طی کرد تا ایستاد بیش از حد و فاصله قابل انتظار برای دانشمندان بود، همون عمل باعث خواهد شد که در موقع نشست سفینه در سطح مریخ باعث زدن صدماتی به این سفینه و یا حتی موقع راهپیمایی فضانوردان در سطح بشه. این را من در وبسایت خودم نوشتم، به ناسا هم اطلاع دادم، ولی از آنجا که متاسفانه انسان‌ها همه انسان‌ها را عاقل و دانا نمی‌دانند و فقط گروه خودشون را همه چیز دانا می‌دانند، به نوشته‌های من و شما و غیر توجهی ندارم. حتی یک هموطن ایرانی برای من ایمیل فرستاده بود که اگر این مسائلی که من به عنوان یک ایرانی نوشتم واقعیت ندارد، چرا؟ چون دانشمندان آمریکایی، انگلیسی، روسی، چینی اینها هستند که اگر این واقعیت می داشت آنها می توانستن قبل از من به این مسئله پی ببرن و خدمت این هموطن عرض بکنم. عرض میکنم دوست عزیز، اینقدر فکر نکن که ایرانی ها بی لیاقت هستند در انجام کاری. ما هم می توانیم خودمان را در جامعه نشون بدهیم. اگر می خواهی توهین بکنی به من توهین بکن، ولی به ملت توهین نکن. از لطف همه شما متشکرم. من از شما ممنونم، با امید دیدارتون هفته آینده. خیلی ممنون. شب و روز همه بخیر. خدا نگهدار. دوستان عزیز، این هم برنامه امروز با تشکر از آقای ریچارد کندی، و امیدوارم که شما از وبسایت ایشون دیدن کنید و اگر سوالی پرسشی دارید مستقیما با خود ایشون از طریق ایمیلشون که tala.formula@gmail.com هست تماس بگیرید. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش. امروز ساعت 2 بعد از ظهر با دکتر بنجامین رخسار هستیم از نیویورک. تا اون موقع شما رو به خدا میسپارم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. مرسی.